سلام، در این ویدیو قصد دارم که نمونه سوال شماره P82 از نمونه سوالات آزمون FPM امتحان ریاضی پیش از ورود به دانشگاه ملی وین و دانشگاه TU وین یا همون دانشگاه تکنیک رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب سوال P82 صورت سوالش، اول که سوال مربوط به مبحث وارشاینلیشکایت یا احتمالات هستش و صورت سوال به این صورته. گفته که دی وارشاینلیشکایت دی فار پروفونکسوشافن بترکت فور آینه بشتیم تپرزون زکسیش پروتسنت، یعنی که دی وارشاینلیشکایت که یعنی احتمال اینکه دی فار پروفونکسوشافن، یعنی که احتمال اینکه آزمون رانندگی رو قبول بشیم برای یک شخص خاص بشتیم تپرزون 60%. من حد دقای اونها پنگیشه فرزوخه، یعنی هر نفری 3 بار میتونه به صورت مستقل این آزمون رو بده و ببینی که قبول میشه یا قبول نمیشه. و جمله آخر اینو گفته که بقشن زیدی وارشاینلیشکایت، و یعنی که وارشاینلیشکایت های زی رو حساب کنید. حالا این 3 تا احتمال زی رو یکی یکی بررسی کنید. گزینه آ گفته با توجه به این اطلاعات احتمال اینکه یک نفر هر 3 بار رو امتحان بده و هیچ کدوم رو قبول نشه چقدر هست؟ دی پروفونگ آخ بای دقای فرزوخن نیشت سوشافن، یعنی که قبول نشه. خب توی صورت سوال گفته که احتمال قبولی هر نفر توی هر بار فرزوخ یا هر بار تلاش 60%. پس بیایم ببینیم که قسمت آ رو چطوری میتونیم حل کنیم. من میتونم بنویسم که پی شافن، یعنی پی با موفقیت قبول شدن یا پروبیبیلیتی با موفقیت قبول شدن یا همون وارشاینلیشکایت قبولی 0.6 هست. چرا؟ چون تو صورت سوال گفته که احتمال قبولی 60%، بنابراین 60% رو من میتونم به صورت 0.6 هم بنویسم. خب از روی همین ما میتونیم که احتمال قبول نشدن رو هم پیدا کنیم، چون دو حالت بیشتر نداریم دیگه، یا قبول میشه طرف یا قبول نمیشه. بنابراین میتونیم بنویسیم پی نیش شافن 0.4%، ببخشید 40% یا همون برابر 14. و اینکه کل فرزوخایی که داریم، کل بارهایی که شخص میتونه تلاش کنه که امتحان رو قبول بشه یا قبول نشه برابر 3 هست، این ما برابر 3 هستش. خب از 2 تا روش میشه احتمال این رو به دست آورد که یک نفر 3 بار امتحان بده و توی هیچ کدوم از این 3 بار قبول نشه، با توجه به اینکه احتمال قبولی توی هر بار 0.6 یا همون 60% هست. خب روش اولش اینه که ما بیایم احتمال قبول نشدن رو 3 بار در خودش ضرب کنیم، یعنی در واقع همون پی به توان n، که خب میایم خیلی راحت ضربش میکنیم، 4 ضرب در 4 ضرب در 4 ضرب در 4 ضرب، با ماشین حساب اگه حساب کنیم میشه 64000، که برابر همون 6.4% هست. این روش اول هستش. روش دوم که روش بهترشه در واقع و روش اصولی ترشه، اینه که چون ما اینجا نیشت شافن و شافن داریم، یعنی دو حالت داریم، مثل سکت که شیر و خط میاریم و یا شیر میاد یا خط میاد، این حالت هم مثل همونه، دو حالت بیشتر نیست. پس میتونیم از فرمول بینومیال فرتایلونگ استفاده کنیم. فرمول بینومیال فرتایلونگ توی کتاب فرم زاملون که توی ویدیوهای قبلی معرفیش کردم، صفحه 36 و قسمت 15.5 وجود داره و این کتاب رو میدونید که سر امتحانم میتونید با خودتون ببرید. فرمول بینومیال فرتایلونگ چی میگه؟ میگه که برای هر پی که حالا ایکسش مساوی یک مقداری میتونه باشه، ان به روی کا در پی به توان کا در یک منهای پی به توان ان منهای کا. حالا این چیه معنیش؟ معنیش اینه که اینجا ما nمون 3 هست. چرا؟ چون 3 تا فرزوخ داریم، پس x نمون 3 هست. پس برای پی x مساوی 3 ما میتونیم بنویسیم که 3 به روی 0، که این رو اگه فاکتوریالش رو حساب کنیم 3 به روی 0 یا هر عددی به روی 0 برابر با 1 میشه.
بعدش پیمون که 60 درصد یا 6 دهم بود، 6 دهم به توان صفر چون قبول نمیشه کلا، پس کار ما صفر هستش. قبول نمیشه یعنی که هیچ کدوم از دورها قبول نخواهد شد. مسئله از ما خواسته که احتمال این رو حساب کنیم، پس کار رو ما میتونیم برابر صفر قرار بدیم. اگر که مسئله از ما خواسته بود مثلا احتمال این رو حساب کنیم که یک نفر یک بار قبول بشه از سه بار، ما کار رو برابر یک قرار میدادیم. اگر مثلا احتمال این رو میخواست که هر سه بارش قبول بشه، که البته خب منطقی نیستش دیگه، چون کسی که نمیره سه بار امتحان بده که قبول بشه، ولی حالا برفرض که مثلا فرض کنید اصلا صورت مسئله این بود که یه سکه رو میندازیم بالا و احتمال شیر اومدن 60 درصد، احتمال خط اومدن 40 درصده و میگیم که توی سه بار احتمال اینکه سه بار شیر بیاد رو حساب کنید، که خب اون موقع کار ما میشد برابر 3، یعنی برابر همون n میشد. پس اینجا به جای n و k هر دو می نوشتیم 3، ولی اینجا احتمال این رو میخواد که هر سه بار قبول نشه، پس k ما برابر 0 چون هیچ باری قبول نمیشه در واقع. پس اینجا هم 6 دهم به توان 0 و 14 هم یعنی گگن وارشاینیشکایت، یعنی مخالف وارشاینیشکایت رو اونو که به دست آوردیم که 14 هم هست، به توان n منهای k میکنیم، 3 منهای 0 میشه همون 3. خب هر عدد به توان صفر هم که یکه، این هم که هر عددی به روی صفر توی این پرانتز به این صورت فاکتوریل یا NCR مساوی یک هستش. پس این دوتا که یک هن هیچ تأثیری ندارن، فقط جواب این مهمه. این رو اگه با ماشین حساب کنید 14 به توان 3 میشه همون عددی که بالا به دست آوردیم. از هر دوتا این روش ها میتونیم برای این قسمت از مسئله استفاده کنیم. حالا بریم سراغ قسمت B. گفته که دی پروفونگ شپتستنس بایم دریتن فرزوخ سوشافن، یعنی که امتحان رو حد اکثر با قبولی در دور سوم قبول بشه. حالا ممکنه تو دور اول قبول بشه، ممکنه تو دور دوم قبول بشه و ممکنه تو دور سوم قبول بشه. خب اینجا چیزی که به نفع ما شده تو این سوال اینه که تو قسمت قبلیش ما احتمال اینکه تو هیچ کدوم از سه دور قبول نشه رو به دست آوردیم، پس احتمال اینکه توی دور اول یا توی دور دوم یا توی دور سوم قبول بشه میشه احتمال قبول نشدنش توی هیچ کدوم از در واقع یک منهای احتمال قبول نشدنش توی هیچ کدوم از این سه تا فرزوخش. پس میایم همین رو برای قسمت ب می نویسیم. پ اش به تست سپایم دقای مال شافن مساوی یک منهای پ نیش شافن، که پ نیش شافن رو اینجا کلش رو حساب کردیم. اینجا میایم همین عدد رو قرار میدیم، یک منهای 64000 مساوی 936000 یا همون 98.6%. این البته اینجا در واقع 8 هستش، من اشتباه سر نوشتم. پس این هم از قسمت به مسئله. قسمت 3 اومده گفته که وی فیل فرزوخ براخ من دامید دی وارشاینیشکا دی پروفونگ سو شافن 99.9% بترکت. خب این یعنی چی؟ یعنی که چند تا فرزوخ یا چند بار تلاش سعی نیاز داره که احتمال قبولی یک شخصی برابر 99.9% بشه. خب برای اینکه اینو حسابش کنیم بعد از دستگاه معادلات در واقع استفاده کنیم، یک معادله بنویسیم. خب ما میدونیم که احتمال قبول نشدن 14 به توان n هست، خب و در واقع همون یک منهای بخشید احتمال آره احتمال قبول نشدن 14 به توان n هست و احتمال قبول شدن یک منهای 14 که 14 احتمال قبول نشدن میمونه به توان n. خب این رو بزرگتر مساوی 999000 قرار میدیم. حالا این رو حلش میکنیم که n رو به دست بیاریم. در واقع n همون تعداد فرزوخ ما بود دیگه. خب من اولین کاری که میکنم هر دو طرف رو منهای یک میکنم. هر دو طرف رو اگه منهای یک کنم این یک از
بین میره و اینجا 999 هزار منهای یک میشه 1000، در واقع منهاش هم بهش اضافه میشه. اینم که خودش منهای 14 هم به توان n بود. حالا اینجا چون توان دارم، کاری که میتونم بکنم، اول اینکه میتونم علامت منفی رو حذف کنم، در واقع جهت این بزرگتر کوچکتر رو عوض کنم، میتونم هر دو طرف رو مثبت کنم. خب و کاری که میتونم بکنم برای اینکه این n رو از توی توان در بیارم اینه که از دو طرف ln بگیرم. خب ln این رو میتونم به این صورت هم بنویسم که این رو بیارم ضریب کنم، در واقع n رو بیارم پشت، توان رو بیارم ضریب کنم و ln 14 هم که طبق قوانین لگاریتم این و این طرف معادله هم که فقط ازش ln میگیرم، پس از هر دو طرف ln گرفتم. اینو فقط حالت نوشتارش رو هم عوض کردم. حالا اگه بخوام n رو حساب کنم میتونم دو طرف رو تقسیم بر ln 14 هم کنم. این طرف رو اگه تقسیم بر ln 14 هم کنم، ln 14 هم با ln 14 هم ساده میشه، این طرف هم میشه ln 1000 به روی ln 14 هم. که بنابراین میشه که nمون کوچکتر یا مساوی 7.53 که میتونیم تقریبا برابر 8 بگیریمش یا همون 8 بار تلاش یا فرسوخ. پس اگر 8 بار به کسی فرصت بدیم که امتحان رانندگی رو بده، در صورتی که احتمال قبولی شخص توی هر بار 60% باشه، احتمال اینکه بعد از 8 بار قبول بشه 999.9% هستش.